محترم مولوی صاحب، موضوع جنگ در افغانستان عالی به یک مرحله رسیده که ظلم و وحشت به مردم بیچاره زن و مرد و موی سپید و بلکه به همگی باشندگان کابل، بلکه تقریبا در اکثر ولایات حال جنگ چی شده؟ منتشر شده. ظلم و وحشت به اندازه رسیده که خدا میداند وجود همین ظلم و وحشت غرض مال مسلمان و ناموس مسلمان چیزا کنید. اگر ما و شما یک لحظه هم از اهتمام به امور مسلمین غفلت کنیم، خدا میداند که به ما و شما چی ایمان میماند. یعنی خدا میداند ما و شما را به بنی گناه که نهی عن المنکر نکنیم، بلکه اینطور شویم که آل منع از جنگ در بین مردم افغانستان به طریقه یک فتنه. این واجب است که ما نهی عن المنکر کنیم، یعنی کس را امر به همین جنگ ندهیم. و بجای که ما نهی عن المنکر کنیم که امر بالمنکر کنیم، یا میدانیم یک نفر که اون امر بالمنکر میکند و او ما منع نکنیم. این مسئله یعنی به سرحد رسیده که خدا میداند که با ما و شما بدونی که فکر کنیم که ما خود جنگ نکردیم و ما چوکی نمیخواییم و مال مردم را غارت نکردیم و با کس اذیت نرسیدیم، لیکن علی نهی عن المنکر نکردیم. این خدا میداند که جرم همه کشتار مردم یک کس میکند و جاهل باشد و دستش این میشه که بس یک توپ بزند. و ما و شما که از دست ما اگر خداوند متعال این پیدا مرتب کند که مردم منع کنیم از جنگ و کشتار، و ما و شما امی قدرت رو به کار ناندازیم و سکوت اختیار کنیم یا از مردم گوشه گیری کنیم، این مسئله به دیگر حواله کنیم که مسئله دیگران است. این یک گناه کبیره است که ما با مسلمانان که رسول صلی الله علیه وسلم با ما و شما امر میکند که با مسلمان ظالم و مظلوم هر دو کمک کنید، دست ظالم از ظلم بگیرید و دست و مظلوم را دست بدهید که از مظلومیت خلاص کنید. و نهی عن المنکر به ما و شما لازم است. حالی این مرحله آمده که در شهر که کس میره یا از مردم ترسان میکنند، این مردم هر روز بیمی توپها که از یک طرف از دیگر طرف انداخت میشه بدون هدف. 20 نفر و 10 نفر، 7 نفر و 40 نفر، بس یک خانه تقریبا همگی کشته میشه و زخمیه به این دور. و خوف و رعب به مردم به کدام سرحد رسیده و جوع مردمی گشنگی مردم به کدام سرحد رسیده، راه به اینا بند است و کدام مزدوری و نفقه نیست. این مرد اولاد خرد بچه ها ای که نمیفهمد او خو خدا من متعال اینا را چی کرده؟ مخلوق او است. خدا من متعال یک بنا جور کرده که دامی بنا دامی انسان کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله خانده شود و با او نماز کرده شود، ادا شود و با او روزه گرفته شود و با او جهاد کرده شود. این بنا که ما و شما خراب میکنیم چختنی این صاحب امی بچه خرد خداوند متعال است، حتما او پرسانش میکنه. و امی بچه که تقریبا 4 سال، 5 سال، 7 سال، 9 سال عمر دارد، او فکر میکند که کدام گناه ماست که ما به می وحشت و به می ظلم مبتلا هستیم؟ کدام گناه کردیم؟ این از مردم که پرسان کنید در داخل شهر و او که مهاجر شده به جلال آباد و در راه که میره و اینجا در ترخم که میرسد در پاکستان که رسیده در ولایت دیگر که بلوگر یا به شمالی رفته یا در ولایت قندهار رفته، هرات رفته، خوست رفته، از این مردم از احوالشان اگر خبر شده در خیرخانه رفته و اینجا که در مسجد و کدام پاهنزی و کدام چیز است جای است بدون سفر و به تکلیف این کمک به اینا آمده بود. 3 لری کمک به کابل مردم کابل 4 ماه کمک نامده و 3 لری کمک چی کمک بود؟ بعد که آمد مردم برای امی که از این کمک چی قدر استفاده کنند به اون وراغان آمد چی قدر کشته شدند و زخمی شدند خدا میدانم. این حالت علی ما از موقف خود محترم شما بسیار تقدیر میکنیم. این نیست که در پیش شما ما تا مجامله یا تمالک کنیم. در غیاب هم همی گفت زدهیم به برادره همی ما همه مشوره کردهیم. در همی جنگ های آخر مزاری سی به همی منطقه خود را نگاه کرده و موقف خود را از جنگ دور گرفت. این بسیار را یک کارنامه همی تاریخ و یک عمل بسیار را به نفع مسلمانای وطن مسلمانای شهر کابل کرده. خدا کنه که دیگرانو با پشتش خدا کنه یا او کوشش کنه که دیگر انیوالات دارد و جبر قبول میکنه که اینا را منع کنه، یعنی موقف را اختیار کنه که از طرف مفاهمه و سیاست و این مسئله حل شود. هر مشکل که باشد اما از طرف جنگ از طریقه جنگ هیچ مشکل حل نمی شود و این حد کمیابی و نتیجه یک جانب هم نمی رسد. بغیر از اینکه هر روز غضب خداوند متعال برای خود این جان خود مستحق غضب خداوند متعال بگرداند و موجب غضب مردم ملت و عذر زاری و تضرع که پیش خدا می کند و بدعایی به سرشان می کند و به خداوند متعال آهشان می رسد بدون یک ستر و حجاب. آه مظلوم به الله می رسد. دین الله سبحانه و تعالی به اینها قول می کند. دیگر به این که یک کس امی برای خود برای امی یعنی به کدام مقدار مردم کشته شدند و مهاجر شدند و تلفات جانی و مالی رسیدند علیمه منطقه همه گیره تقریبا علاقه دارد. میگونده که اگر دامی منطقه کدام تاثیری بودی کدام یک نفع یک پایده بودی چرا اینا میکردی؟ علیمی منطقه علی که ما دیدیم امی نزدیک امی سرموریت پولیس و امی تمازانگ امی کرده ایسی ما دیدیم این منطقه اینی چی وحشت شده بی؟ یک جهانم دنیا گردیده حالی بمی باز که جنگ میایده چی طور میشه؟ امی مردم حالی که در بازار هست اگر یک گولی در بینشان میایده چند کس کشته میشه بدون هدف بدون فایده و چند مردم زخمی میشه مگردد. به هر حال از خداوند متعال به شما سعادت دارین میخواییم و از شما مطالبه میکنیم هیئت صلح که در چند امور با ما در چند چیزای مهم با ما همکاری کنید. یک که ما که همین صلح در میان میاریم مقصد از صلح قطع جنگ است و بس کردن رهاب همین مردم است و همین قوتهای مسلح بینشان تعصب آمده و جنگ آمده و کشتار در بینشان شده امی قوتهای مسلح که از شهر دور برم و امنیت شهر از مردم محلی اهل کابل از قماندانای محلی کابل به یک طریقه گرفته شود که در بینشان هیچ تبعیض و تفرقه نسبت به تنظیم و قوم و سنف و مذهب و چیز نباشد. به در یک سب مثل برادران از نگاه از طریقه یک فرمول و از طریقه یک تنظیم پروگرام خاص چی امنیت کابل را بگیرد. دامی صلح کدام چیز است؟ اینی چیز است دامی صلح که سرعهای ثقیله از شر دور شود، در جایهای مناسب زیر نظارت امیر قماندانه کابل او نگاه داشته شوند. دامی صلح کدام چیز است؟ این چیز است که برای ملک که یک مرجع تصمیم گیری نیست، از این سبب امی مشکلات در بین آمده، امی جنگا رو داده که یک مرجع تصمیم گیری یک شورا جور شد و از بین شورا از طرف شورا یک حکومت برای امی وقت حاضر. پس امی حکومت او شورا زمینه سازی کنند که یک حکومت منتخب، یک شورای منتخب امیان بیارد در وقت مساعد، در وقت مناسب بیارد. در امی صلح اینطور است که اگر صلح به میان آمد، امی مردم که در جلال آباد رفته، این مردم عالهم از خونکی کشته میشه و از گشنگی و چی نیست، خیمه ندارد، فرش ندارد، آب ندارد و چوب و دیگر چیزا ندارد، لیکن بعض تقریبا از یک ماه بعد دو ماه از گرمی در صحرا او بس کشته میشه. اگر اینجا صلح به میان آمد، این مردم که در خانه عالمان ده او ضرورت نیست که او بیرون رود و خانهش از بین رود و مالشان از بین رود، بل او در خانه اینا در خانه میماند و مردم که رفته و پس میاد. افغانه این بسیار مشقت بار مردم هستند و اینا تکلیف به جان خود بار میزنند و خانه به زودی جور میکنند، یک کسب و نفقه و چیز به خود پیدا کرده میتاند. امی از تکلیفا که آره به مؤسسات خارجی و دست گرفته و یا تقریبا اکثر مردم در جلال آباد فقر در دکانه و در خانه فقر میکنند، یعنی تقریبا زن و بچه و به این سویه است که هیچ قدرت ندارد که به یک جای بروند و کل گروز در بازار میگردند، بس از یک و دیگر کس خیر جمع میکنند. حتی در پشاور علیکم کدام مهاجرتا اونجا خیر جمع میکنند. اینجا که در کابل در خیرخانه است به امی سویه است. این مردم امی مشکلاتش کلگی به امی چیز حل میگردند. ما شما که فکر کنید که مشکل افغانستان یا مشکل شهر کابل بس خداوند متعال این مشکل کلگی حل میسازد. نو ما از شما یک این مسئله که امی موقف عدم جنگ، درگیری جنگ در پیش خود بگیرد. دویم که امی با امی صلح با ما اینطور نیست که ما مطلب در صلح اصلی هستیم شما طبعی، بلکه اینطور که یک برادر کلانی ما در امی صلح تطبیق اول که امی صلح را حکمتیار و روانی قناعت کنند و با او خانش هزی و مشوره بدیدیم. پس که ما پیسلا اعلان کردیم و از پیسلا بعد اینا پیسلا تایید کنند و بعد از تایید پیسلا با ما در تطبیق پیسلا همکاری کنیم. گفتم که این طرح فقط یک پیشنهاد است، این تصویب نشده. ما با مشوره شما و امثال شما چی نیازمند هستیم که مشوره با ما بدهید و نماینده بدهید. عالم که با ما یک برای تطبیق طرح، برای تصویب طرح که نماینده با ما بدهید او دامی طرح مشوره بدهید و در مقدمه امی طرح امی مسائل مهم امی مسائل است که به هر صورت این مسائل را کوشش بینید که حکمتیارم به امکانی سازید و کدام کس که دیگر باشد و کلام شما قبول می سازد و خود شما در اموت سعی کوشش بینید همین مسائل که جنگ دامدار قطع شوند و راه خلاص شوند و کابل غیر نظامی بگردانیم به فضل خداوند کریم و امنیت کابل با کماندانهای محلی بسپاریم و امی سلاحهای سختی به یک جای مناسب منتقل شود از شهر دور و دیگر امی مسئله واپس که میاید که مسئله به امی حکومت ربانی است که او حاکم باشد یا نباشد عالم امی مسئله بس در پشت میگیریم که این حکم اول میکنیم که وقت کدام وقت است از تقسیم وقت تعیین میکنیم که امی وقت حکومت خلا شد و شورا میاید حکومت موقت میاید به امی وقت امی چیزا را کلگی انشاءالله لیکن او قدم به قدم به تطبیق اول به تایید و بعد به تطبیق ضرورت دارد و ما از شما که ما میدانیم که قدم شما و نظر شما انشاءالله العزیز بسیار مهم و مؤثر است در برای اول قبول صلح و دویم تایید اعلان فیصله که اعلان فیصله شد و تایید کند و بعد در تطبیق که از خودتان هم همکاری دریغ نکنید و به دیگر کسان هم چی مشوره بدید و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمی که قانی صاحب گفتن رؤوس مطالب را ما یک دو چیز دیگه نسبتا واضح میسازم اویی که وقتی استاد ربانی چند ماه مانده و جانب مقابل اسرا برای داره که باید این سیافه بگرد ما طور خیم کرد که هم استاز رقانی بسازیم و که دوام اداره شما به نفع شما و به نفع ملت نیست. علاوه یک چیز دیگری که ما بر او تاکید میکنیم است که چند نفر از اهل نظر و میسفیدان و علما و قومندانان یک شورا هم ساخته شد که او امور مملکت را از خود سری جلوگیری بکنه و نه راهنمایی بکنه. در عین حال سر این مسئله هم فکر کردیم که یک اداره باید وجود بیاید که او بی‌طرف بشه. بی‌طرف به معنای یعنی که غربی مصطلح هستیم، بی‌طرف به معنای که درگیر جنگ نباشه، مردم متعصبی تنظیمی در اون نباشه و کسانی باشه که مصالح علیای مملکت و کشور بالاتر از منافع و مصالح تنظیمی خود بدانند. این چنین شورا که ما آن را شورای بی‌طرف یا شورای غیر تنظیمی میدانیم برای آوردن یک شورای واقعا ممثل ملت ضرور میدانیم. چی در شرایط فعلی اگر ما چنین شورای ممثل ملت میاریم ما بعد شورای قصه شورای حل و عقد تکرار شد و مردم در او دستبازی بکنم. فکر میکنیم که تحت یک اداره بی‌طرف ما میتونیم که نمایندگان ملت را جمع نماییم و حکومتی بیاید که نسبتا مطمئن مردم باشه. به این خاطر ما این آوردن چنین یک وقفه چنین یک دوره موقت برای تدویر یک شورای نماینده ملت ضرور میدانیم. این هم در برنامه است. لیکن اراده بر ایست که همه قوتایی که صلح کشور دیگه در افغانستان جنگ نمیخواد، امیدوار هستیم که این لشکر صلح بسیار کلان شود و ما فکر داریم که شما در سر لشکر صلح باشید. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اول و نخست خودمان بسیار از برادران تشکر میکنیم که در این ماه رمضان علما و قمندانا و ریش سفیدا احساس مسئولیت کرده قدمی خیری را در رابطه با مسئله صلح و آتش‌بست و حل مسئله افغانستان برداشت و از این هم که لطف کردن اینجا ما را افتخار بخشیدن، بازم از این تشکر میکنیم و مخصوصا از مولای صاحب حقانی که ما بشه احترام خاص قائل هستیم برای از اینکه یک مجاهد میشناسیم و 14 سال جهاد کردم و از این هم که به می وضعی اسفبار 20 ماهه کابل شرکت نکرده که هر وقتم در کابینه بوده برش مقام قائل شده بوده، این هم برای از ما یک احترام خاصی داره که مسئله مطلوبی نبوده 20 ماه، لذا از خاطر شخص خودش جهاد نکرده بوده، از خاطر شخص خودش قیام نکرده بوده. اگر نه خوب یک چوکی وزارت برای یک نفر کافی است از نگاه شخصی گرید، ولی مسئله مملکت این نبود که 20 ماه. یک قسمت مسئله است. اما در رابطه با مسئله موضع حزب وحدت ما مکرر اعلان کردیم که در افغانستان جنگ را رای حل نمیدانیم و این را در عمومی اعلان شده، بلکه تفاهم و پذیرش هم دیگر را ما رای حل میدانیم و این را اعلان کردیم که هر روز افغانی ها خودش در داخل تصمیم بگیره، میتونه مشکل خود حل بکنه و هیچ جایی در خارج امکان حل شدنش نیست و این موضوع ما بوده. مخصوصا در جنگ اخیر این مسئله را ما اثبات کردیم که 12 جنگ گذشته سر ما تحمیل شده بوده و در اختیار ما نبوده، چون اگر ما میخواستیم انتقام گیری بکنیم، اگر ما میخواستیم حریف خود بزنیم، در این جنگ میتونستیم، جایش بود که بزنیم، خواست مردمان بود، ولی ما چون رای حلی مسئله نمیدانستیم، تفاهم با جمعیت کمیسیون گفتن، کمیسیون برقرار کردیم، با اتحاد کمیسیون برقرار کردیم. این یک مسئله است که موضع حزب وحدت. اما در رابطه با مسئله که مطرح است در مشکلات افغانستان، من معتقدم که حوادث 20 ماهی گذشته باید روشن کرده باشه که در حل مسئله افغانستان اساسی فکر بکنیم، خیالی جایی نمیرسه و حل اساسی مسئله پذیرش و درک کردن مشکلات های افغانستان است. با واقعیتش باید برخورد بکنیم. اگر بیاییم قشری تعصبی برخورد بکنیم، من معتقدم که 20 ماه ثابت شده که حل نشده، لحاظا در اینجا باید عامل جنگ ها را باید بررسی بکنیم. حال شما خودتان مروانی کردیم که یک کابل جنگ نیست، سراسر افغانستان جنگ. اگر آدم کشته میشه سراسر افغانستان آدم است، اگر طفلی از گرسنگی میمیره در سراسر افغانستانی از نگاه اسلامی مثلا، اگر امر به معروف و نهی از منکر ارزش داره، با سراسر افغانستان مسلمان همو تکلیف و مسائل داره. ایه که روی این مسئله باید رو عاملش فکر عاملش من معتقد هستم در اینجا عدم پذیرش برادرای دیگر. ما در دنیا میبینیم که تنها بافتی اجتماعی که ما در افغانستان داریم در دنیا هم نمونه‌اش هست. اقوام مختلف حساب بکنیم تو دنیا هست، احزاب مختلف حساب بکنیم تو دنیا هست، مذاهب مختلف حساب بکنیم تو دنیا هست، ولی میبینیم دنیا مشکل نداره در بینش، ولی در بین ما که هست مشکل داریم. دلیلش من معتقدم اینه که پذیرش نیستم دیگه، هیچ حزب دیگر را نمیپذیرم، قوم دیگر را نمیپذیرم، مذهب دیگر نمیپذیرم. این به ما شده مشکل، در صورتی که نمونهش را ما به دنیا میبینیم. لحاظا توافقنامه جلال آباد و توافقنامه اسلام آباد که دکتر صاحب اشاره کرد، این دو تا نقص داشت. یک نقصشی بود که طبق پذیرش در جامعه سنجیده نشد و نفی شده بود. چطور میشه که با کنار رئیس جمهور در کنار صدراعظم اگر عمال دولت قبلی کمونیستا بود یک اشکال نداره، اگر خودش آمد در یک منطقه یک مجموعه جهادی و غیر جهادیش جمع شد در اینجا یک ملت حقوقش میخواه، این بعد نفی میشه. ما در اسلام آباد مطرح کردیم که نقص داره این مسئله، برادرها قبول نکرد. جلال آباد مطرح کردیم که نقص داره این مسئله، با واقعیت برخورد شد، قبول نکرد. و آلیم متاسفانه شما نیروی مسلح هم که هستین اشتباه میریم، یعنی آلیم واقع بینانه نمیریم. شما نمیتونین نیروی شمال و مردم شمال نادیده بگیریم. تشنه سفرم به شما گفتم که والله اگر یک ذره رو منافع اولیای مملکت فکر میکنین اینطوری برخورد نکنین، افغانستان تجزیه میشن و این به نفع هیچ کس نیست. شما آمدین اینجا کمونیستا رو مطرح میکنین، مولای صاحبی رو مطرح کردم، من میگم اینمی مسئله اشتباه است، جنگ کمونیستا نیست. چرا آوردیم عالی مشکل خدا در اینجا عدم تحمل خدا میندازیم تو گردن کمونیستا؟ کمونیستا مرد تو این مملکت، دیگه نقشی نداره. حامیش که روسا بودن مرد، مگر در 14 سال آقای حکمتیار آقای ربانی رو اینش نجنگیدن. امروز یک نفر کمونیست بود، کمونیست نیستی خب بازی دادن از خدا، این بیچاره کردن مردم است. این تحمل نیست، این تحمل و این پذیرش نیست. تا دیروز آقای جنرال دوستم کنار ربانی بود، خوب بود، جزء اردو بود، کفیل ریاست جمهوری بود، پسرش بود، مجاهد کبیر بود، در کنار حکمتیار رفته ای بعد ملیشه شد، ملحد شد، فتوا میده. فتوای ربانی چنان فاجعه در افغانستان آفریده و چنان خیانت ملی است که افغانستان سابقه نداره. آبروی مردم آورده، مگر علیه ثلث مردم افغانستان میشه فتوا داد؟ ما جزء جنبش ملی هستیم به سمت شمال. آقای محقق مسئول جهادی ماست، در اونجا معاون جنبشه. انجنر مهدی 14 سال مبارزه کرده و 30 سال سابقه جهاد دارن، در نهضت اصلی معاونش است. جمعیت العلماء داره، مسائل داره. آقای ربانی آمده علیه مردمش فتوا داد، مسخره نیست. شما علما اگر امر به معروف میکنین، چرا بعضی افغانستان پیچیده میکنن؟ چرا وحدت ملی را دانی ضربه میزنن؟ چون جلوش نمیگیرین. حالی هم شما حاضر نیستین که با جنبش بنشینین، حاضر نیستین که مسئله رو بگین، نامش رو گذاشتین ملیشه. مولای عبادی ملیشه است، سالک زاده ملیشه است، محقق ملیشه است، رحمانی ملیشه است، بعد انجنر مهدی ملیشه است. 14 سال اگر اینا جهاد نکرده، کی جهاد کرده؟ مگر میشه به همین سادگی همین رقم نادیده گرفت؟ یکی از اولش پیداست که شما نمیخواید مسئله افغانستان حل بکنید. ما از اولش در حسن نیت شما شک میکنیم. نکنین این رقمی رفتار. اگر تضاد اینجا هست، تضاد آقای حکمتی ها رو ربا نیست. چیه رو بگردن این نوان میندازین؟ خودتان هم میدونید اگر امروز 10 برابر کنار دوستم در کنار آقای مسعود آقای حکمتی ها کمونیست هست، بابا جان چیکاره است؟ دفتردارای آقای ربانی چیکاره است؟ این بهانه پیدا یه حل مسئله افغانستان پیچیده میکنه و این به صلاح مملکت نیست. صلاح مملکت یعنی ایجاب نمیکنه واقع بینانه باید برادران یه از این جهت است که عرض ما میگیم وقتی که پذیرش جایی حذف بیایه مثلا افغانستان حذف حل میشه، در غیر از صورت نمیشه. یه مردم الان مردمی 20 سال پیش نیست، امروز همه مسلح است، خرد است، کلان است، کم است، غریب است، فقیر است، غنی مسلح است، از خودش دفاع میکنه و ایه که اینجا فاجعه در اینجاست. مسئله دومی که در اینجا داشتم که دکتر صاحب اشاره کرد، من معتقدم این نیست. مردم بیچاره عمویی که در اونجا حضور داشت نداشت و همین قطعنامه مخالفتی نداشت. همین قطعنامه که در اسلام آباد بوده، همین قطعنامه که در جلال آباد بوده، امیر چی لگردن مردم میندازین که نمایندای همه نبوده عالی پذیرفته نشده؟ این آقای حکمتیار آقای ربانی عمل نکرد. آقای ربانی این را 100% شکستان وقتی که تعهد نباشه، عمل نباشه. ما از اولش ملاحظه داشتیم، ملاحظه خودم اعلام کرد. ما اول همون روز گفتیم که جنبش در اینجا حضور نیست، مسئله افغانستان حل نمیشه. ما گفتیم که اینجا حزبی برخورد شده، حجم احزاب از نگاه نفوس و نظامی در نظر گرفته نشده، غیر عادلانه است. ولی پایش ایستادیم چون نماینده امضا شده. آقای ربانی 5 تا وزارتخانه را که در اینجا گفته کمیسیونی اداره شود، وزارت دفاع، وزارت داخله، وزارت خارجه، اطلاعات، کلتور، مالیه. غیر از وزارت مالیه که در تعلق به حزب وحدت داشته، آیا همه 4 دیگهش کمیسیون دایر شده عمل کردن؟ این چی کمیسیونی است که در وزارت دفاع دایر میشه که 205,000 اردو از داخل وزارت دفاع آشعی باته میشه بدون حوزه جنوب غرب؟ وقت از حزب اسلامی 1 نفر نیست، از حزب وحدت هم 1 نفر نیست. این رو کدام کمیسیون تدوین کرد؟ شما در زمان داوود بودجه 1 ساله افغانستان 13 میلیارد بود. حالی امروز سال 71 800 میلیارد. آقای ربانی به پشتوانه چاپ کرده ریخته، امسال 1200 میلیارد که من معتقد هستم روسا دوباره ما را از زمانی اشغال کرده بدتر رفتار میکنه. این فاجعه را اینا آفرید. یه از این جهت است که عامل این مسئله عدم تعهدی برادراست. روزی هم که امضا میکنه و عموم روز تصمیم داره که این عمل نکنه، این مثلا است. این مشکل تا وقتی که حل نشده تحمل که نباشه. اصل آقای ربانی آقای حکمتی ها تحمل نداره، آقای حکمتی ها آقای ربانی و مسعود تحمل نداره. ای که او ملیشه، این ملیشه است، اینا بانه است، اینا یک چیزی به خود. بله امروز جنبش واقعیه نمیشه این کار کرد، به منافع مردم و مملکت نیست، باید مشکلش حل شود. یک مسئله دیگه ای که در اینجا هست که حقانی صاحب اشاره کرد تو مسئله طرح هست که البته پیشنهادی طرح اینجا دادن، ما شورای ما ملاحظاتشن درج کردن خدمت آقای فیاض است. هیئت تعیین شده بود 3 نفر، آقای قاسمی و آقای فیاض، آقای اعلی، که خدمت شما بیایم و این ملاحظات ما را بید. چون ما در تاریخی افغانستان نمیخواییم هر گامی برای اصلاحی مملکت برداشته شد ما برای اون مانع خلق کنیم، یعنی نمیخواییم. میخواییم برای امروزی که ما مانع خلق کننده نباشیم. نظر خودم میگیم حقوق مردم خود میخواییم، هر جایی تأمین نشد اعلان میکنیم که موافق نیستیم. ما این مسئله را در طول این مدت اثبات کردیم. در سال 67 برادران نشستن در پیشا راورپندی ما را حذف کردن. ما مانع خلق نکردیم، میتونستیم رای شمال غرب بکنیم، میتونستیم ما در بامیان که آزاد کردیم یک دولت تشکیل بدیم، بگیم یکی در کابل، یکی هم در پشاور، یکی هم بامیان نکردیم. نجیب اعلان کرد در اینجا که شما را رب قبول نکرده، ما شما را صلح حق میتیم، ما قبول نکردیم. نجیب اعلان کرد با ببرک که ما هزارجاد خود مختاری میتیم، یک نفر شیعه یا هزاران پیدا نکردیم از نیروهای جهادیش که بگه ما خود مختاری را قبول داریم، در صورتی که برای یک ده، برای یک کت خدایش خود مختاری ارزش داره. سرنوشتش خودش تصمیم بگیره، یه از کفر بشه، از اسلام بشه، از خارج بشه، از داخل بشه، اینه میخواید. ولی ما رو منافع کلیای مملکت نکردیم این مسئله. بعد در سال 70 که آمدن برادرها در پشاور نشستن، باز گفتن که شیعه رو بعد حرفش میزنیم. همین نیرویی را که ما در اینجا داریم در اون طرف در چاردرک و ریاست افت و مسئله معدن و صنایع نیروی ما جابجا بود، وزارت داخل هم جابجا. ما میتونستیم با حضرت صاحب جلو جری بگیریم که آسانی که طور در شهر کابل وارد شدن نمیدیم، چون ما خو نیستیم، حذف شدیم. ولی بعد از ظهر میایی بسم الله، ما نکردیم این کار. ما مذاکره کردیم، نشستیم، توافق کردیم، سر ما جنگ تحمیل شد. ایه که رو این مسئله است که ما طرفدار این مسئله نیستیم، لحاظا این طرح ما ملاحظات خود دادیم خدمت شد. اما در چیزایی که حقانی صاحب پیشنهاد کرد، گفت درست یک وظیفه انسانی و اسلامی آدم است که برای صلح و اصلاح گام بردارد، ولی یک سری ریشه های جنگ در اینجاست که باید ریشه یابی شد. اگر ریشه را حل نکرد سطحی نمیشه جایی رسید. لحاظا از این جهت ما خدمتی آقای حقانی صاحب احترامی را که داریم، مسائل را که داریم میگیم، ملاحظه مایست. قماندان های کابل و این مسئله که امنیت در کابل گذاشتش های عملی نیست، رو سه تا دلیل. اول که همین قماندانای محترم در این جنگ در اخیرش دست از جنگ کشیده، 12 جنگ در کابل بوده، اینا شریک بوده در جنگ، هیچ کدامش انکار نمیدن که این کابل در خرابیش اینا شریک نیست. یک مثلا چطور شد که آلی اینا آمده در این جنگ اخیر رو این فتوا که فتوا از اصلش غلط بود و بر پیچیدگی مملکت افزود، بر وحدت ملی مملکت تیکه تیکه کرد، اینا آمدن در اینجا این مسئله رو مطرح کردن. هیچ یکی هم قماندان ها گفته نمیدنه که اینی که در کابل است که نجنگیده باشه، یک مسئله. بعد مسئله کابل مثل یک ولایت دیگه نیست، مسئله کابل پایتخت مملکت هم، کل افغانستان در اینجا در کابل شریکه. امکان داره شما بیاین به سادگی مرا بگین که در خست و شریک نیمم قبول داره. سرنوشت افغانستان در خست ایستان در خست تعیین نمیشه، سرنوشت افغانستان در کابل تعیین میشه. در این سرنوشت افغانستان که در کابل، منی که در مزار هستم، اونی که در هرات، اونی که در قندوز، اینجا شریک است. نمیتونیم در اینجا بی تفاوت باشیم. تا وقتی که اردوی ملی و اسلامی تشکیل نشده که مورد اطمینان همه نباشه، کسی از کابل خارج نمیشه. اگر کسی در زور خارج میگرده که 20 ماه دیگه اینجا گذشته، تاریخ نشان داده، در زوری هم کسی خارج نمیشه. یه دو تا مسئله سوم در اینجا مسئله کل افغانستانه. شما اگر آمده یک رای را اینجا ولده کل افغانستان که اون اردوی ملی اسلامی است تشکیل نشود کابل حل کننده نیست. کابل عالی هم نه در جلال آباد ارتباط داره، نه در خوست ارتباط داره، نه در قندار ارتباط داره، نه در هرات ارتباط داره، نه در مزار. اصلا حکومتی که در اونجا اشراف داشته باشه نیست، ولی اونا جنگ خود که داره. اینجا وقتی که یک حل اساسی نباشه، اردوی ملی تشکیل نشه و وحدت ملی با وجود نیایی، عملی نیست. حال آقای حکمتیار رو هدف میگه که بله قماندان صاحبای کابل من قبول دارم، آقای مسعود ربانی هم به یک هدف دیگه میگه. این هدف هدف سیاسی است، این مسئله حل کننده نیست. شما نمیتونین اینجا بگین که خست در کابل غرض نداره ولی شکردره در کابل غرض داره. نه منطقی است، نه معقول. اینجا سرنوشت افغانستان تا این عملی نیست. رای عملی مسئله اردو که اگر مردم اردوی ملی اسلامی تشکیل شد رو میدان رو مطمئن شد بر سرنوشت آیندهش که دیگه ظلم نمیشه سریش، ایچهاف نمیشه، جور نمیشه. بلی همه از سلاح خسته است، همه از جنگ هم خسته است، هیچ حرفی نداره. از دمیزی نظامیایی که دارم خسته است، ولی چون حقوقش حیاتش در خطر است، هزار بدرفتاری نظامی ها را میپذیره. یک کشمن من الان از نظامی هایی که در غرب کابل دارون راضی نیست. یک مصرف بسیار سنگین هم سرمدار، ولی وقتی که جنگ است، شرایط مملکت ناگوار است، مجبور هستم تحمل کنم، مجبورم تحمل کنم. روزی ما بیدنم که اینجا جنگ نمیشه، در افغانستان جنگ نمیشه، یک حکومت قانونی آمده، یک اردو تشکیل شده، همون روز ما سلاح خود تحویل میتیم. اصلا نمیگیم که در کجا، ولی این شرایط ضرورت داره. تا این انجام نشده امکان نداره. باید همینطور که اولاد خود گرو بکنیم، خانه خود خراب بکنیم، چهار تا نظامی خود نگه داریم که از ما دید. روی این مسئله. اما در رابطه با مسئله حکومت بی‌طرف که دکتر صاحب اشاره کرد، بی‌طرف هایی که هست که دخیل نیه، اما غربی های همونایی گرفته در غرب نشسته، علم هم داشته، دانش هم داشته، تجربه هم داشته، افغانی هم بده اونجا. در غیر از او صورتش دیگه بی‌طرف نیست. استادای پانتون ببینی امروز به یک نحو شریک اویی که مانده در افغانستان، گروه ها یا در فتوا شرکت کرد یا در جرگه دو طرف که بود شرکت کرده. بی‌طرف دیگه نیست. یا حکومت ائتلافی قانع کننده ای که بیاریم بگیم غربیا، اگر غربیا را قبول بکنیم و همینطور که شما میگین که دوستم اگر به قهرمان چه و آبروی جهاد مونه، غربی هم که به حکومت بکنه آبروی جهاد ما شما بره. مایی که 14 سال جهاد کرد سلادت دشمن، امروز نمیدنیم حکومت اداره بکنیم، اونایی که تو غرب رفته نشسته بگیم که یم بره. اگر بیاریم اینجا بگیم که یک تعداد مردمی که تعصب به گروه نداره، این مسئله الان در 20 ماه حل شده. اما که تعصب نداره کیه؟ طبق توان شرکت تعصب شده نشان داده، طبق توانش. اویی که سلادش طرفته جنگیده، حتی همین مردمی رم که اگر شما بگین واقعا یک سری مردم الان بی‌طرف هسته است، ولی ای در طول 20 ماه هسته شده، صحنه در شده، اول نبوده. به همین گروه ها وابسته بوده، بچه خود داده، پول داده، کمک کرده. تو مثلا تو ملیت هم کشانده شد متاسفانه که فاجعه بود در افغانستان. یعنی جنگ ملیت ها در افغانستان فاجعه بود که پشتون علیه هزاره باشه، هزاره علیه پشتون باشه و علیه وزدک. این فاجعه بود در افغانستان متاسفانه که این فاجعه را یک سری ادامه میده. ما در اینجا با همه ای که این 12 تا جنگ‌زاری ما تحمل شدن، ما تلاش کردیم که این فاجعه رو جلوش بگیریم. ما هزارا و پشتونم، خدا رو شاهد میگیرم که در اینجا در جنگ‌های قبلی 1000 در منطقه پشتون رفتن نمیدونست و 1 پشتون در منطقه هزاره. این خواست ما نبود ولی سر ما تحمل شد. ما با هماهنگی با حکمتیار 60% این مشکل حل کردیم، 40%ش هنوزم هست. و مسئله وزبک و پشتون در افغانستان اونچنان حاد شده بود که فاجعه بود و ایران ما با وساطت ما افتخار میکنیم برای وحدت ملی ما حل کردیم. امکان داره از نظری تعصب و مسئله مذهبی نجادی 4 نفر یه محکوم بکنه که حکمتیار بد کار کرده با دوستم نشسته. من میگم شاکارترین کار حکمتیار کرد که این تعصب دو ملیت از بین برد. شما بخواین نخواین ملت وزبک در پشت دوستم هست، اگر آخوندش هست، اگر جهادیش هست، اگر ریشسفیدش هست، اگر پیرش هست، اگر جوانش هست. شما وقتی که میخواین دوستم حذف بکنید، میخواین در افغانستان ملت وزبک حذف بکنید و این منطقی نیست. و آقای حکمتیار با درخواست ما و با مصوبه کابینه و این افتخار کرد و این شاهکاری را با اینکه 1 سال علیه ملیشه شعار داده بود، علیه ملیشه شعار داده بود، شعار سیاسی بود، اعتقادی نبود این شعار، ولی امینجا نشست. امروز مشکل وزبک و افغان دیگه نیست، این گام بزرگیه، این در وحدت ملی کمک شده. امروز هم که مطرح میشه که دیگه ملیت ها علیه تاجیک است، این هم اشتباه است. کس علیه این ملیت ها انگیزه نداره، تعصبی، قدرت طلبی است، انحصار طلبی است و تنظیمی است. جناح است. ملیت های افغانستان برادر بوده و برادر هست و بعد از این باید برادر باشه. هر کس در این راستا باید کوشش بکنه که این تضادهایی که ایجاد شده از بین بره. روی این مسئله که ما از این جهت این دولت موقت را که تعویضش را ندنیم، تو مسئله آتش بست و صلح ما عرف ندنیم. حقانی صاحب هر روز آتش بست بکنه، از ما هر گپ ساخته باشه کمک. تو حل سیاسی مثلا ما حرف داریم، ما اینطور نیست که در سیاسی هم ما سکوت داریم. دولت موقت به طرف توتویش رو باید بیدیم، شورای معیارش رو باید بیدیم. ما بدون این معیار شورا رو نمیتونیم بپذیریم و کسانی که مخالفت میکنه امکان داره بعضیا ملاحظه قماندان صاحبا را، مولای صاحبا را، رشتفیدا را بکنه. ولی من در بارگی موضعگیری سیاسی و جسورم هیچ وقت رعایت ندارم. یعنی وقتی که مخالفی مساله باشه اعلان هم میکنم پاک شده. ایه که از این جهت واقع بینانه باید برخورد و ریشه‌ای حل شود. ما خواست ما ایه که جنگ نباشه، خواست ما ایه که تفاهم در بین مردم باشه، خواست ما ایه که یک روز بیاید در تاریخ افغانستان افغانا ثابت بکنه که ما توانایی مثلا داریم که در داخل مشکل خود حل بکنیم، نمیخواییم از یک خارجی کمک بگیریم. این خواست ما در این راستا در خدمت برادرها هستیم. ولی این ملاحظات داریم، این ملاحظات هست و این رویشیه که در جایی نمید. اگر اساسی حل نشود، قماندان صاحبای امکان داره قماندانای کابل حالی از آقای حکمتیار راضی بشه، هم از آقای ربانی، ولی نه این عملیست، نه این انتظار را داشته باشه، نه هر کس اگر دنبال این منافع برای برشهای حل کنیدن رای حل اساسی یا دولت ائتلافی تشکیل شد، پلیس امنیت بگیره که مالی همه باشه، با توافق همه باشه، انحصار طلبی نباشه. کابل غیر کابل فرق نمیکنه، کابل مال همه افغانستان، این مثل یک ولایت دیگه نیست که ما الان هم در جلال آباد شورای جهادی تشکیل شده دعا میکنیم، خوش هم هستیم که همون جنگ نباشه، همون مسلمان ها در بین خود آرام زندگی بکنه. کابل اینطور نیست. کابل مال همه مردم افغانستان، تصمیم همه مردم افغانستان گرفته میشه و این طرح انحرافی است که بیاید در اینجا این نمیشه. بعدم همین برادرها سر همین کابل جنگ کردن. حالی در یک جنگ شرکت نکرد خیلی مسائلی نداره. بعدم در رابطه با مثلا یک گلایه هم ما از برادرها داریم از مجموع که در کابل 12 جنگ پیش آمدن. همین 12 جنگ اکثریت قاطعش در غرب بوده. متاسفانه نه برادرها وظیفه امری به معروف عمل کردن، ولی در گذشته هم ما همی انتظار داشتیم. گویی این مسئله است که در طرحی که داریم اگر توافق نگیریم، الان یعنی اینجا در طرح سیاسی و هم دو طرف واقع است. یک شورای هماهنگی است که ما جزیش حضرت صاحب جزی، جنبش هم از دایه این طرف هم به نام دولت است. آقای مولوی محمد نبی از این دولت حمایت میکنه، آقای سیاف از این دولت حمایت میکنه، یونس صاحب خالص از این دولت حمایت کردن، حالی پیر صاحب هم بلده خودش یک شوراتش کرد. در اینجا توافق دو طرف گرفته نشه و اعلان بکنیم مسئله رو پیچیده میکنه، یعنی راه حل میکنه. باید توافق دو طرف رو بگیریم تقریبا اعلان. این ما به عنوان دوست و دلسوز خدمت شما گفتیم. بعد شما خودتان میدانید مختار استین. از عمل شما، از تلاش شما یک بار دیگر ما تشکر میکنیم که به وظیفه اسلامیتان عمل کردیم. ما که در اینجا میانجی شده نمیدانیم، ما عامل این بدبختی آقای ربانی هستیم. 20 ماه حکومت آقای ربانی در افغانستان فاجعه آفرید. شما هم نمیدانین از این مسئله دفاع بکنید اگر حاضر این مبحث. بعد چرا هم میانجی شد؟ من در یک مصاحبه خود گفتم برادر حزب از ما بازخواست کرد که آقای ربانی ما از منابع مختلفی اطلاع داریم ایشون استعفا میکنه بعد دیگران نمیره. من گفتم که من به این مسئله معتقد نیستم. آقای ربانی در زندگی خود استعفا نمیکنه، چون در 4 ماهش تمام شد کل رهبرای استاد شد. هر چی اصرار کرد آقای صبغت الله که شما یک گشت بگین که من حکومت دادم شورای قیادی تحویل میدم، به هر کس نگفت. حل مجلس حل و عقد را که خودش ساخته بود، خودش تناکاندید بود، کسی دیگه وجود نداشت، بازم همینجا حاضر نشد که من قدرت من به همین شورای حل و عقد تحویل میدم، به هر کس میدم. نگفت. ایشون اعلا کردنی و عامل این فاجعه و عامل این جنگاست. انحصار طلبی را که آقای ربانی در دوایر در بیت المال کرده هیچ تاریخ افغانستان سابقه نداره، هیچ. ما علی از داوود ناراض هستیم، از زایر ناراضیم، از اون قبلش هم ناراض بدیم، ولی امی فاجعه اداری، امی فاجعه را که در بیت المال پیش آمده امروز سابقه نداره افغانستان. حتی نجیب و ببرگم به همین شکل نبوده که به این شکل بشه. قانون بوده، طبق اون قانون عمل میکردن. این تا خود سر و این رقم فاجعه ای. لحاظا وقتی که این را معتقد هستیم جنگ رای حل نمیدنیم. در مسئله سیاسی ما علی ربانی موضع دارم. از آقای حکمتیار کردم تندتر موضع دارم، یعنی اون چیزی را که من علی آقای ربانی میگم آقای حکمتیار نمیدن. وقتی که نمیگم من چی رقم میانجی شد، اصلا معتقد نیستم با بودی آقای ربانی. وقتی که معتقد نیست میانجی هم شده نمیتونم، ولی شما را تشکر میکنم و عمل شما را عمل اسلامی قابل قدر است. خدا میخواهیم که برای شما توفیق بده. اون چه در رابطه با قطع جنگ و اینا بشه، ما اگر در جنگالیت میشدیم پیچیده تر میشدیم، همین رو به نفع مملکت ندیم. در طرح شما ملاحظات رو بوده پیش آقای فیاض خدمت شما تقدیم میکنم. در حل مسئله توافق دو طرف اگر گرفتن نشود کار جایی نمیرسد. این یک تقاضای دوستانه شد با برادرانه میکنم با همه احترامی که به افغانستان داریم.